درود بر شما. با 180 ثانیه یه چهارشنبه 16 آذر ماه ما رو همراهی کنید. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران امروز چهارشنبه 16 آذر ماه به مناسبت روز دانشجو در چندین دانشگاه تجمع و تحسن اعتراضی برگزار کردند. در دانشگاه علامی تهران امروز علی‌رغم حضور نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی برگزار شد. در پی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران و شعارهای اعتراضی دانشجویان، گروهی از نیروهای حراست این دانشگاه به همراه لباس شخصی ها به دانشجویان حمله کردند. نیروهای حراست امروز همچنین به تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حمله بردند. در سومین روز از فراخوان اعتصابات امروز تصاویری از بسیاری از دانشگاه‌های کشور منتشر شده که نشان می‌دهد دانشجویان نیز در روز دانشجو به اعتصاب‌ها پیوستند. اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه بهشتی تهران همزمان با روز دانشجو و در اعتراض به دستگیری‌های همکلاسی‌هایشان به شکل دست جمعی استعفا کردند. تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که در شهرهای مختلف مغازه‌ها و مراکز خرید برای سومین روز متوالی بسته بودند. در تهران و اصفهان هم مراکز خرید عمدتاً تعطیل بودند. علاوه که شیراز، رشت، نجف‌آباد و بابل از دیگر شهرهایی هستند که گزارش اعتصاب از آنها مخابره شده است. استان بابل ساعت 11:30 صبح اعتصاب مغازه‌داران، تقریبا همه مغازه‌ها بسته‌اند. امروز 13 آذر یه نفر هم اینجا زهر شهر اصفهانه. بدریه حسینی خامنه‌ای، خواهر علی خامنه‌ای که ساکن تهران است، ضمن اعلام براءت از برادرش نوشت که او گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهد. وی نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیره خارانش را صدای مردم ایران می شمارد و آنچه را برازنده خودش است به مردم غیور و ستم دیده ایران اطلاق می کند. در اوایل آذر ماه فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه ای، بازداشت و به زندان منتقل شد.